حکایات سعدی شیرین تر از قند. این داستان جنگجوی ناپخته. هر باب دوناش خوبه، بیاییم ببریم، حرف نداره. خوب باشه یه کیسه میبرم. بیا ببریم. نه بیاش مثل خنده، امتحان کن حاجی. اون دفعه که گرفتم کالو بیمزه بود. بیا ببریم حاجی. پسر جان، آقا، پهلوان. بله بله بفرمایید. ای جوان رعنا، خواهشی دارم. بفرما، رسم پهلوانی کمک به ضعفاست. نه، من کمک نمیخوام. پس مزاحم نشو، درمونده ها، در راه مونده ها و دزدزده ها انتظار منو میکشن. ببینم اهل کار هستی یا نه. جوهر مرد کاره، ولی من کاری جز جنگیدن بلد نیستم. بار پارچه دارم و میخوام برم سفر. عوضی گرفتی پیر مرد، من بچه شهرم، را بلد بیابونا نیستم. نه جانم، من خودم راهو که بلدم. تو که هم بارت باره هم راهت هموار، پس از من چی میخواد؟ نکنه فکر کردی من باربرم. بنازم این گرز تو. نه پهلوان، من از دزدان و راهزنان میترسم. دفعه پیش هرچه داشتم دزدیدن و منو تنها تو بیابون رها کردن. خب اینو از اول میگفتی، محافظ و نگهبان میخوای، درسته؟ بله، این یال و کوپال و جنگ افسار تو رو که دیدم به خودم گفتم این همون پهلوانیه که منو به سلامت از بیابون میگذرونه. میشه 10 سکه. بفرما، اینم 5 سکه. باقی هستی؟ وقتی به سلامت رسیدیم 5 سکه دیگه هم به تو میدم. را بیوف که واسه دیدن دزدا و راهزنا بیتابم. شدی یکم استراحت کنیم. انگار ما رو خیلی دست کم گرفتیم. آخه این سلاح ها که به کمر و دوشت آویزون کردی خیلی سنگینه. پیرمرد، انگار نمیبینی این یال و کوپالو. البته هیکلت حرف نداره. این رستم که میگن خود تو هستی؟ اما راستشو بگو، فنون جنگیم بلدی؟ پس خوب نگاه کن، این نشونی که روی سپرم کنده کاری شده میدونی چیه؟ مهر سازنده سپر نیست؟ نه پیرمرد، اینو به خاطر شاگرد اولی من تو مدرسه نظامی پادشاه روی سپرم حک کردن. حالا فهمیدی با کی طرفی؟ معلومه، من از همون اول فهمیدم که شما پهلوان و شجاع هستید. اما دیگه داری منو عصبانی میکنی ها؟ اما نداره که فقط میخواستم ببینم تو کدوم جنگ شرکت داشتی؟ عجب مرد سمجی هستی ها. تو فقط نگاه کن، یه وقت نترسی ها.
میخوام یه نمایش رو داد بدم که دیگه نگی اما ای بسته دیگه پهلون من شما برم رنگ میکنه آرام میمم خدایا چه اشتباهی کردم دیدی پیره من خب حالا اما که چی؟ نمایش لازم نیست اگر خدایی نکرده بلایی سر خودت بیاری من بیار و یاور با این دزدای بیرم چه کار کنم؟ قول میدم دیگه چیزی نگم آهای دوباره کجا میری؟ که من جنگیدم یا نه ها؟ پیر کو تا کتف و بازوی گردان ببینم قبول یه دونه درخت تو این بیابون بود که اونم تو کندی شیر کو تا کف و سرپنجه مردان ببیند ما که گفتیم تو سلحشوری سپربازی چرخندازی اصلا خود رستمی خوبه دیگه ول کن هنوز خیلی راه مونده اصلا میدونی چیه؟ چیه؟ تو از من پول گرفتی برای چی؟ برای محافظت از تو اموالت در برابر دزدا. آفرین پسر اگه تو برای من کار میکنی هنرنمایی و نمایش تا رسیدن به مقصد ممنوع حالا را بیفت باشه بکشم وای دارن از این طرف میان الانه که بهمون برسن دیدی اون جوونه چقدر پرزوره خیلی هم باهوشه اون دیواری که پشتش قایم شدیم و با یه ضربه خراب کرد درخته رو بگو چقدر اون بالا نشستیم و رد کاروانا رو زدیم دیدی چطور از ریشه درش آورد آره اگه بهمون برسه با دو تا مش کارمون تمومه من میگم اونا که نمیدونن ما راه زنیم خودمونو به خواب میزنیم تا رد شن و بعد فرار میکنیم آخه کدوم احمقی تو این بیابون زیر این آفتاب داغ وسط روز خوابش میگیره خوابه چطوره بگیم ما گدا هستیم اصلا بریم جلو و ازشون گدایی کنیم شاید دلشون سوخت و آب و نونی بهمون دادن احمق مگه اون پیر مرده رو نشناختی نه مگه کیه همونیه که دفعه پیش بارش رو دزدیدیم و لختش کردیم دیگه هنوز پیرهنش تنمه نگاه کن ای داد راست میگی خدایا اگه ما رو نجات بدی توبه میکنیم و دیگه دزدی نمیکنیم همش تقصیر تو بود تو منو آوردی سر راه این دوتا من چه میدونستم پیر مرده میره یه همچین قولی رو با خودش میاره اگه میدونستم که نمی اومدم تو این بیابون مرد حسابی وای الان میرسم بهمون وایستادن فایده‌ای نداره فرار کنیم دیگه نمیشه نادون اینجا بیابونه به هر جا فرار کنه ما رو میبینن مگه ندیده اون پلبونه مثل باد میدوه پس بریم تسلیم شیم تسلیم شدن یعنی مردن مگه تو نمیدونی واسه سر ما جایزه گذاشتن پس چی کار کنیم؟ باید حمله کنیم تو هم که از درس موقع تعدیل شده نمیشه فرار کرد نه خوابید نه گدا شد پس چی کار کنیم؟ برای یه بارم که شده مرد و مردونه بریم جلو خدایا ما رو ببخش دیگه بزن بری خدا حافظ دوست عزیز حیف از اون همه کاروان که بعد از ما میان و ما نیستیم تا لختشون کنیم پاشو بریم آره اینجوری اقلا با افتخار به درک واصل میشیم حمله حمله حمله
هستی نمایش بدی؟ بفرما بیا آنچه داری ز مردی و زور، که دشمن به پای خود آمد به گور. آهای خوش آمدید ارامیان. میخوایی با شمشیر با هاشون بجنگی؟ آره بهتره، گرز یه ضربه و تمومه، اما شمشیر قشنگتره. چپ راست فنیتره. یادت باشه واسه یه سر اینا جایزه گذاشتن، نصفشو میدم به تو. نکنه میخوای با کمند بگیریشون؟ این دیگه خیلی بهتره، میبندیمشون پشت شتر و تا شهر میدونیمشون، جایزه زندشون بیشتره، اصلا شاید بتونیم اموال دفعه پیش رو هم ازشون پس بگیریم. ای خدا من چقدر خیلیم. خب معلومه میخوای با تیر و کمون بدوزیشون به هم. تمرین تیراندازی، اونم تو حرکت مرکز. اما بزن به پاهاشون، تصمیمم عوض شد، تحویل داروغه نمیدمشون، تو بازار برده فروشم میفروشمشون. چرا رنگت سفید شده؟ چرا لالمونی گرفتی؟ ای وای میدونستم پهلمون جنگ ندیده به درد بزم و رجز میخوره نه رزم. یه چیزی بگو، اگه ترسیدی بگو دریم، لااقل زنده میمونیم. آره ترسیدم. زود باش بجم، اول اون 5 سکه رو پس بده. 5 سکه. حالا اون بارو از شتر بنداز پایین. از جنگیدن میترسی؟ از شتر که نمیترسی. زود باش پهلمون پنبه، اون سپر سنگینم بنداز زمین. این نه، نشونه پهلمونیمو دور نمیندازم. نشون آدم تو کارش باید پیدا باشه. بلش کن تا این اصلشون با این بارو از لحا گرمه ما میتونیم در بریم. به کارهای گران مرد کار دیده فرست، که شیر شرزه درآرد به زیر خم کمند. جوان اگر چه قوی یال و پیل تن باشد، به جنگ دشمنش از هول بگسلد پیمند.